به نام خدا. بابا عرض سلام و خسته نباشید. امیدوارم که تا اینجا تمرینات لازم را انجام داده باشید. خب ما در ادامه مبحث دیوار و ویرایش دیوار میخوایم به برخی از تکنیک‌ها و ویرایشاتی که در این خصوص میتونیم انجام بدیم بپردازیم. خب اینجا همونجور که میبینید من یک دیوار کرتنوال منحنی دارم که به صورت شکسته شکستم تو کار ظاهر شده. من اگه بخوام یک دیوار منحنی به این شکل معلوم بیام به حالت آرک مانند به این شکل داشته باشم که خیلی اصطلاحا اسموس یا نرم باشه اما از نوع دیوار کرتنوال باشه، باید چیکار بکنم؟ به صورت پیش‌فرض رویت برای این کار راه حلی نداره مگر اینکه شما یه تکنیکی رو استفاده کنید. من ابتدا این دیوار رو انتخاب میکنم و ابتدا من اینو یه دوپلیکیت ازش میگیرم و اینو به یک دیوار اصطلاحا 2 میلیمتری کاهشش میدم، میذارم از نوع جریک گلاس. بعد از این دوپلیکیت لازم رو گرفتم میام یه سری از خصیصه هاشم جابجا میکنم، از جمله که متریال رو گلس میذارم، خود خدمت شما از کنم زخامتم میام روی 2 میلیمتر قرار میدم و خب من یک پروفیل هم اینجا نیاز دارم که سویپ استفاده کنم. یه پروفیل برای این کار میسازم. برای این کار ابتدا از قسمت فایل نیو فامیلی میام قسمت انگلش، از نوع متریک پروفیل ها یک عدد متری پروفیل باز میکنم. خب یعنی کیورد میزنم، ابتدای لنز رو حالت سانتیمتر قرارش میدم و یک پروفیل بسیار ساده اینجا ترسیم میکنم. خب اینجا میزنم رو این حالت و 4 زلی از مرکز یک مربع تقریبا 5 سانتی به شوی 5 سانتیمتر اینجا من ترسیم میکنم. خب میام از طریق قسمت کرییت الائن که دایمنشن میزنم براش، اینجا یک دایمنشن در نظر میگیرم، اینجا هم دایمنشن دیگر و برای هر دوی اینها به صورت جداگونه بین دو زل دایمنشن میزنم تا بتونم یه پارامتریک تعریف بکنم. این دوتا رو ایکیو میکنم، یه ایکیو اینجا ظاهر شد، این دوتا رو هم انتخاب میکنم، یه ایکیو اینجا داریم، من رو این میزنم که اینا اصطلاحا ایکیو و با هم همسان بشن. برای این یک عدد پارامتر درست میکنم به نام طول، به فارسی هم حالا میزنم طول، و برای این هم یک پارامتر دیگه درست میکنم به نام عرض. خب اینها رو ذخیره، این پروفیلی که من اینجا ساختم ذخیره میکنم در قسمت حالا پروفیل ها، پروفیل کرتن وال. بعد از اینکه ذخیره کردم در پروژه خودم لود میکنم و حالا به این دیواری که من اینجا اختصاصی درست کردم برای این کار اختصاص میدم. وارد قسمت ادیت سویپ، چون وارد سیکشن هستم سویپ من فعال هست، میام قسمت اد و اون پروفیل مورد نظر خودم که پروفیل کرتن وال هست رو انتخاب میکنم و اپلای میکنم و میبینم که خب دقیقاً هم در وسط مرکز کار منم اینجا قرار گرفته. من اینو اوکی میکنم و اوکی و الان دیگه به این دیوار نیازی ندارم، اینجا پاکش میکنم ولی خب توی دیوارهای من چنین دیواری ذخیره شده. خب میام همین دیوار انتخاب میکنم و ازش ادیت تایپ میگیرم، از اینکه دوپلیکیت میگیرم، دوپلیکیت مثلا به عنوان اختصاصی یا منحنی، به منحنی تغییر نامش میدم. خب همینجوری که توی آموزش‌های قبلی داشتیم من دیگه همه جوری میتونم این دیوار رو براش ویرایشات اختصاصی و لازم خودم داشته باشم. ابتدا از قسمت کرتن پنل میام این حالت رو میذارم رو حالت اون دیواری که به عنوان دیوار اصطلاحاً کرتن وال تعریف کرده بودم. 2 میلیمتری کرتن وال بذارید جستجو کنم ببینم کجاست. یک دیوار بسیار نازک 2 میلیمتری اینجا ساخته بودم، بله اینجا هستش، این انتخاب میکنم و اپلای میکنم. بعد از اینکه اپلای میکنم خب اون پروفیل های من و پروفیل های خود این حالت استور فرانت قاطی میشه. من اینها رو حالا بحث هورزنتال همه رو حالت نان میذارم، میذارم حالت نان و وقتی اپلای کنم خودش دیلیت میکنه، میگم دیلیت میدونم. من اینجا اوکی بکنم تا اینجا ببینم چطور شد. ببین همون دیواری که به صورت شکسته شکسته بود چقدر نرم شدش و پروفیل هایی هم که اینجا استفاده کرده بودم تو کار من دارن نمایش داده میشن. خب پروفیل های ورتیکال همچنان هستن، اگه بخوام نگهشون میدارم، اگه نمیتونم اونها از تنظیمات برشون دارم و اگه بخوام الان این پروفیل هایی که اینجا هستن رو تغییر بدم، خب من نمیتونم با انتخاب این پروفیل ها و یا تنظیمات خود کرتن وال این پروفیل ها رو تغییر بدم.
من باید از این قسمت پروژکت بروزر اون پروفیلی که ذخیره کردم رو اینجا جستجو بکنم تا با توجه به پارامتری که گذاشتم برایش تغییر لازم رو بدم. خب اسم پروفیل من تو چی بود؟ به نام پروفیل کرتنوال باید لود شده باشه. خب بذارید من بگم تو قسمت پروفیل ها خب یه بار دیگه سرچش کنم، من فکر کنم در تایپش اشتباه کردم، بله من پروفیل رو درست تایپ نکردم به این نام هستش. من اگر الان روی این پروفیل کلیک راس بکنم و یا دابل کلیک انجام بدم این پنجره برام ظاهر میشه و اون طول عرضی که من توی کار خودم تعریف کرده بودم اینجا میتونم ببینم. به فرض مثلا اینو میارم میذارم رو حالت 15 در 15 سانتی متر و اگر اپلای بکنم این پروفیل ها ضخامت بیشتری تو کار من پیدا میکنه. مثلا فرض کنید عرض رو همون 10 سانتی متر براش در نظر بگیرم. این پروفیل من تو کار من اعمال شد. فقط این که الان این بالا اگه ببینید من اینجا پروفیل ندارم، اصطلاحا هم پروفیل حالا توی کرتنوال میشد پروفیل دوم. اینجا خب اگر این هم داشته باشم کافیه که بیام دیوار مربوطه رو انتخاب بکنم، بیام با کلید تب بیام تا به دیوار برسم. خب این دیوار گلس من هستش. یک دونه سویپ هم باید برای قسمت بالا در نظر بگیرم. میام پریویو رو فعال می‌کنم، حالت سکشن سویپ و از این پروفیل یه دونه دوپلیکیت میگیرم با این تفاوت که من به جای بیس از تاپ هم استفاده میکنم و الان اگر اوکی بکنم میبینی که در بالای کارم هم این پروفیل رو خواهم داشت. خب نکته دیگری که اگر من بخوام اینها رو دستکاری بکنم دستم بازه دیگه، چون از نوع کرتنوال هستم. من اگر الان بیام در قسمت آرکیتکچر و قسمت گرید کرتن ها اینجا من چه بخوام اضافه بکنم چه بخوام کم بکنم، به محض اینکه من یک گرید اینجا به صورت دستی اضافه بکنم خودش میاد پروفیلشو بر اساس اون پروفیلی که حالا من توی دیوار اصلی شیشه 2 میلیمتری گذاشته بودم اعمال میکنه. اگرم بخوام حذفش بکنم من به همین ترتیب، اگر بیام روی یکی از همین گریدها قرار بگیرم و اینجا از ریموو بزنم، الان روی اون اگه کلیک کنم شروع میکنه به ریموو شدن و امکان اصلاحش هم به این شکل برای من امکان پذیره. فقط یه نکته جالب این که چون این دیوار دیگه از نوع گلیز نیست و اینا هر کدوم یک پنل جداگونه نیستن، من اگر بیام روی در انتخاب بکنم اینجا میتونم درهای دیوار معمولی رو تو کار خودم قرار بدم و حتی میتونم از پنجره ها هم دوباره تو این کار شیشه هم استفاده بکنم. خب شاید خیلی کار معمولی نباشه ولی خب این گونه دستگاهی کنم استفاده از این گونه تکنیک ها دست منو باز میذاره برای انجام اینجور کارها. و الان اگر من دوباره بیام دیوار انتخاب بکنم و اون دیوار کرتنواری که ساخته بودم به عنوان استورفرانت منحنی بیام و اونجا حالا منحنی رو انتخاب بکنم، دیگه این دیوار برای من ساخته شده و میتونم به شکل‌های مختلف از این استفاده بکنم و دیگه محدودیتی در استفاده از این دیوار برای کار خودم هم ندارم. میبینید که انحنای دیوار به خوبی در کار من لحاظ شده.